در کنار حسین فاضلی نویسنده و سینماگر مقیم ونکوور هستیم. قرار که شنبه دوم ژوئن در ون سیتی تئاتر آقای حسین فاضلی یک صحبتی داشته باشند در مورد تفاوت بین کنشگر سینمایی و سینماگر. آقای فاضلی میتونید به ما بگید که این آخرین کارتون زنان در خط مقدم دقیقاً در مورد چیه؟ چجوری داره تهیه میشه در حال حاضر؟ بله، زنان در خط مقدم یه فیلم مستنده که البته میشه گفت مستند داستانیه، چون من قطعات نمایشی هم توی فیلم گذاشتم، یه جورایی در واقع مستند رو با تئاتر قاطی کردم. در مورد فیلم، در مورد فعالان جنبش زنان ایران هست، به تهیه کنندگی خانم کلباسی در واشنگتن. ما اومدیم با فعالان این جنبش صحبت کردیم، راجع به مسائلشون، راجع به تاریخچه جنبش، راجع به اهدافشون، مسائلشون، مبارزه که کردن، در واقع دغدغه‌ها و وسوسه‌هاشون، اهدافشون، زندان رفتناشون، ترس‌هاشون، امیدهاشون، همه این چیزها. بعد اینکه می‌دونیم که جنبش زنانی جنبش چند میلیون نفر است، هرچند غیر متمرکزه. ما در واقع سه تا جنبش مدنی داریم تو ایرانی که جنبش زنان هست، یکی جنبش دانشجویی، یکی جنبش کارگری. جنبش کارگری که خیلی ضعیفه. جنبش دانشجویی به لحاظ تعداد خیلی قوی نیست و به هر حال وحشتناکم سرکوب میشه. جنبش زنان هستش که در واقع بزرگترین و تاثیرگذارترین جنبش های مدنی تو ایرانه. بدون لغو قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی، خب، و بدون در واقع میشه گفت اون قوانین نانوشته تبعیض‌آمیزی که در فرهنگ جوامع هست، جامعه های مختلف هست در مورد زنان، خب دموکراسی واقعی امکان پذیر نیست. و توی خاورمیانه هم همینه، و به خاطر همین هم هستش که من امید چندانی از همون ابتدا امید چندانی به بهار عربی نداشتم. شما اگر فوتجای در واقع میشه گفت اون گزارش های تلویزیونی بهار عربی رو نگاه میکردین، چند تا زن میدیدین اونجا؟ خیلی کم. زنایی که بودن خیلی کم بودن، اگرم بودن محجبه بودن. میدونی چی میگم؟ در واقع اگر بخواد اتفاقی بیفته به لحاظ شکلگیری اون جامعه مدنی که میتونه بشه چیه، بنیاد دموکراسی، اون اتفاق توی ایران میتونه بیفته. خب قراره که شنبه شب صحبتی داشته باشید، گفتید تفاوت بین کنشگر سینمایی و سینماگر. منظورتون چیه در این مورد؟ خدمتت که بگم، فیلم مستند خب میتونی بسوزی، به هر حال دنبال یه شبکه تلویزیونی بگردی برای اینکه پخشش بکنه یا توی سینماهای مختلف نمایش داده بشه، خیلی هم نبینن، یه دم ببینن. و حالا به هر حال تام حرفی زدی، حقیقت رو گفتی، اگه فیلم خوب ساخته باشی و آبی هم عذاب تکون نخوره. اگر من امروز یه فیلم میسازم مثلا راجع به جنبش زنان ایران که یه جنبش 5 میلیون نفر است ولی غیر متمرکزه، این فیلمو به این خاطر میسازم که میخوام وضعیت زنان در ایران، در واقع این فیلم کمکی بکنه به بهتر شدن وضعیت زنان در ایران. فیلمو نمیخوام بسازم که بره ساندنس یا کن جایزه بگیرم.